الهی، هر شادی که بی توست اندوه آن است، هر منزل که نه در راه توست زندان است، هر دل که نه در طلب توست ویران است، یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است، یک دیدار از آن تو به صد هزار جان رایگان است. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما گرامیان. خداوند را سپاسگزاریم که یک بار دیگر فرصت داد تا در خدمت شما قرار داشته باشیم. موضوع امروزی برنامه ما نقش همبازی در رشد شخصیت و خلاقیت کودک هست و مهمان امروزی برنامه ما استاد مریم محمدی هستند. خانم محمدی خیلی خوش آمدین. تشکر، زنده باشین. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. علیکم السلام. بانو محمدی عزیز، نقش خانواده به عنوان یک همبازی در رشد شخصیت اطفال میتونه چه چیزایی باشه؟ ببینیم، خانواده بهترین الگوهای آموزشی برای تربیت فرزندان و رشد شخصیت اینا ایفا میکنن، خود خانواده. و بخش اول بازی با بزرگسالان مانند پدر و مادر یک سری احتیاجات و نیازهای کودک را برطرف میکنه. یعنی لابلای بازی وقتی خود مادر پدر با طفل خود بازی میکنن، متوجه سوالات میشن که در فضاهای دیگه بچه از مادر پدر نمیخواه اونا رو، ولی نیازهایی داره که در طول روز که مسائل عادی باشه، جدا از مسائل بازی باشه، اونها رو عنوان نمیکنه. اما لابلای بازی با مادر پدر چیزهای رو عنوان میکنه و مادر پدر میفهمن که بچه اینا نیاز به چی داره یا چه چیزی بیشتر دوست داره یا چه چیزی بهتر میپسنده. و این پیدا نمیشه مگر به وسیله بازی که مادر پدر همراه طفل خود داره. یعنی به نحوه ای وقتی که با او هم بازی میشه، به عنوان یک فرد همسن و سال گفته میشه و میتونه نیازها خوب بگه. آن شخصیت طفل در کدام سنین شکل میگیره؟ بله، به نکته جالب اشاره کردین شما. شخصیت کودک تا 2 سالگی که خب خیلی سن خورده و با دنیا آشنایی آنقدر زیاد نداره، از 3 سالگی تا 5 سالگی شخصیت کودک کامل میشه. یعنی شخصیت اگر خوب رشد کرده باشه در این سن، تمام بزرگسالی رو از اون هم احتوا میکنه و کامل کننده. و این خیلی یک سن خیلی حساسیه و خوبه که خانواده ها در این سن روی مسائلی که کودک نیاز داره و این شخصیت شکل میگیره بسیار حساس باشن و پروای به خیلی از موضوعات داشته باشن. بانو محمدی عزیز، آیا خود بازی هم میتونه تأثیری در رشد شخصیت طفل داشته باشه؟ بدون شک بازی یک روند بسیار خوبی هست برای رشد شخصیت کودکان. اگر تا مادامی که بازی نباشه استعدادها مشخص نمیشه، فضای بازی خواسته های اطفال مشخص میشه، با بازی استعدادهای نمودار میشه، با بازی میفهمن مادر پدر که کودکان اینا دارای چه ویژگی ها و استعدادهایی هستند. به غیر از بازی هیچ عمل دیگه نمیتونه این چیز در پرورش بده. بازی بسیار رول مهمی داره در پرورش و نقش آفرینی رشد خلاقیت و استعدادهای کودکان. شما اشاره کردین خانم محمدی عزیز که بازی میتونه رول عمده‌ای در رشد شخصیت داشته باشه، ولی اکثرا والدین به عنوان یک سرگرمی و یا خوشگذرانی از او استفاده میکنن. آیا میتونه جنبه آموزشی هم داشته باشه بازی ها؟ متاسفانه بیشتر مادر پدرها و والدین بازی رو وقت تلف کردن محسوب میکنن و میگن این وقت تلف کردن، اما متاسفانه اونا به این حقیقت پی نبردن که در ورای بازی همون شخصیت کودک، شخصیتی که در اجتماع قرار با او قرار بگیره، شخصیتی که چه انگونه استعداد داره، خلاقیت ها در او پیدا بشه، فقط و فقط به وسیله بازی شکل میگیره. بله. و متاسفانه به این اهتمام نمیورزن و اهمیت نمیدن، در حالی که سبب میشه که در آینده کودک از موفقیت های زیادی متاسفانه باز بمونه و شخص موفق نباشه. استاد گرامی، شما اشاره فرمودیم که بازی هم میتونه رول آموزشی داشته باشه، چنانچه عنوان بحث ما نقش همبازی در این راستا میباشه. ما فهمیدیم که خود بازی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه رو جنبه آموزشی و پرورشی اطفال. حالا نقش همبازی در این قسمت چیه؟ بله، ببینیم، ما عموما افراد اجتماعی هستیم و قرار نیست تا ابد تنها و منزوی باشیم. خب برای اینکه یک فرزند یا
کودک خوب پرورش پیدا بکنه و با اجتماع تعامل بکنه، خب باید از کودکی همبازی های داشته باشه، با اونا تعامل بکنه، درسته؟ بله. با نگرش ها و طرز برخورد ها آشنا بشه. چی رقم باید تعامل بکنه؟ به وسیله بازی خیلی بهتر تبارز میکنه. به نحوی با بازی کردن با اجتماع رابطه برقرار میکنه و با دنیای بیرون ارتباط بهتری خواهد داشت. به طور مثال وقتی بازی میکنه میفهمه که باید برای اینکه اسباب بازی دوست خور بگیره، اسباب بازی خود بده بره یا یک معاوضه صورت بگیره، درسته؟ یا اگه قرار باشه که با هم بازی با او بازی بکنه، از یک چیزی بگذره، یعنی تعامل کردن با اجتماع. و در بین بازی کردن یک سری مهارت های رو یاد میگیره، مثلا هم بازی و بلد خوب بپره اما این بلد نیه. او به این فکر میشه که من چنین خیلی خوب نمیتونم بپره، من باید این روش این رقم بازی کردن رو یاد بگیرم. یا میبینه که همبازی و شعر بلده ولی او بلد نیه. خود به خود میبینیم که متوجه میشه که او چه کارهای بلد انجام بده، من بلد نیام انجام بدم. یعنی استعدادها رو شناسایی میکنه، نقطه ضعف هایی که در وجود خودش اونا رو متوجه میشه و بعضن متوجه میشه کارهایی که من بلدم او بلد نیه و این رقمه که استعدادها کشف میشه. و یا اینکه وقتی که با یک همبازی دیگه مشغول بازی کردن هسته، میبینیم یک سری تعاملات فکرها صورت میگیره. لابلای بازی میبینیم شروع میکنن با همدیگه نقش بزرگترها رو بازی میکنن، از وسایل بزرگترها استفاده میکنن. اینها همه باعث رشد و نموی خلاقیت نامشه، استعدادها اینا رو متبارز میکنه. و میفهمیم که همه ما خیلی دوست داریم که تعامل نیکی با اجتماع داشته باشیم، درسته. با کسایی که با اونا در ارتباط هستیم صمیمانه برخورد بکنیم. وقتی به بازی بچه ها اگر دقت بکنیم، خیلی با همدیگه صمیمی میشن زود، یکی مادر میشه یکی پدر میشه و وسیله های خونر استفاده میکنن تا بازی اینا بهتر بشه. عموما پسرها از لباس پدر استفاده میکنن، دختر خانم ها از اون چادر یا کفش مادر استفاده میکنن و بازی ها اینا رو میبینیم دارن در رابطه با آینده نقش آفرینی میکنن، دارن تمرین میکنن برای اینکه فردا وارد اجتماع شدن این برخوردها رو باید انجام بدن. همه اینا آموزشه که تأثیر بسازایی و در همون همبازی میتونه بگیم هستش. خیلی عالی. آیا همبازی میتونه یک نقش موثری در رشد شخصیت اجتماعی یک کودک باز داشته باشه؟ بدون شک، ولی باید یک سری مؤلفه ها و ملحوظات رو خانواده ها توجه بکنن. مثلا وقتی کودک ما داره با بچه های دیگه بازی میکنه، از وقت و زمان مناسبی برخوردار باشه. یعنی مطلق کودک نمیتونه تمام ساعات رو بازی بکنه، حداقل برای یک ساعت میتونه فرض کنیم با دوست خود بازی بکنه. یعنی یک تایم مشخص اختصاص بدن برای بازی کردن. بله بله. یعنی از صبح تا شام نباید طفل ما بازی بکنه با بچه همسایه و با کسی که دوست داره با او بازی بکنه. موضوع دیگه ای که باید متوجه ای باشیم، با کسی که با کودک ما بازی میکنه هم سن سال او باشه، هم سطح او باشه، از او بزرگتر نباشه. و این کودکی که هم بازی کودک ما شده، از لحاظ رفتاری چی خصوصیاتی داره که مبادا لابلای بازی کودک ما حرفهای نامناسبی یاد بگیره، رفتارهای نامناسبی یاد بگیره. هرچند بازی بسیار مؤثره و سبب شخصیت رشد شخصیت طفل ما میشه، اما هدف اصلی ما آموزش در ورای بازی کردنه. باید محصولی و آموزش باشه، یعنی بهترین آموزش ها لابلای بازی و با بازی به کودکان ارائه میکنن. هدف باید ای باشه و در این قسمت باید مادر پدرها توجه و دقت کافی داشته باشن. بر علاوه عوامل متذکره، آیا کدام عامل دیگری هم وجود داره بر علاوه بازی کردن؟ بله، یک بخش از رشد شخصیت و پرورش خوب یک کودک همبازی بود، اما عوامل و مؤلفه های دیگری هم بدون شک در این قسمت رول دارند و یکی از اونا محیطه. متاسفانه ما داخل خانه ها خو یک فضای درست میکنیم که هیچ جای برای شادی و بازی و نشاط کودکان ما وجود نداره. با وسیله هایی که لازم نیه خونه رو پر میکنه و او وسیله ها برای ما خیلی مهمه و جای برای دویش و پریدن و بازی کردن برای بچه ها نیه. و این مسائل دست و باگیره متاسفانه. محیط سالم، محیط فراخ، محیط باز، همچنین آرامش که در محیط سر و صدا نباشه، خشونت نباشه،
فضا و محیط طوری باشه که آرامش و محبت در اونجا باشه، حداقل فضا سرسبز باشه، از آب و هوای خوبی برخوردار باشه. همه اینا تاثیرگذار در رشد خلاقیت و استعداد کودکان ما. پس مؤثره یک بازی خوب یا اختصاص دادن یک قسمت از خانه به خاطر تفریح های اطفال همانا یک کودک سالم هست. نشانه های یک کودک سالم چیه؟ نشانه های کودک سالم، ببینیم وقتی یک کودک ما این بفهمیم که سالم هست یا نه، باید کودک مشتاق بازی کردن باشه، به دنبال بازی کردن باشه، دغدغه و بازی کردن باشه. یعنی یک گوشه اگر نشسته باشه و آرام به چیزی هم دست نزنه و صحبتی هم نکنه و رمقی هم نداشته باشه، بدون شک کودک مشکل داره. و کودک سالمه که تن به هر کاری بده تا بازی بکنه، دست به هر چیز خطرناکی بزنه و هر چیزی بالا و پایین بکنه تا خوشحال بشه، از بپره به روی وسایل خانه، رخت خوابار به هم بزنه، گاهی وقتا ظرفا رو برداره حتی بشکنه اونار و خیلی کارهای دیگه که بعضا خطرناک هم هسته، ولی خب باید با نظارت خانواده و والدین حتما باشه. همه اینها مؤلفه هایی هست که نشان میده کودک ما سالم هست، کنجکاوه، پرتحرکه، همش دنبال یک چیزی میگرده که خود سرگرم میکنه و قناعت نداره به نشستن و آرام بودن. خیلی عالی استاد گرامی. با توجه به سطح اقتصادی جامعه ما میفهمیم که مثلا اکثرا خانواده ها به دسته های متفاوتی تقسیم میشن، به خصوص اگر در کل در نظر بگیریم خانواده های شهرنشین داریم و دهنشین داریم. آیا تفاوت ها و بازدهی بین بازی های اطفال شهرنشین و اطفالی که در ده زندگی میکنن وجود داره؟ خیلی سوال خوبی کردین شما. متاسفانه یک فرهنگ بده که به کشور ما ایجاد شده و مردم خیلی از او پیروی میکنن، علاقه مندن که فقط خانه ها قد و قامت اینا رو برن بالا و به فکر عرض خانه ها نیستند که چقدر ما انسان ها نیاز داریم تا یک محیط فراغ داشته باشیم. و این چنانچه در احادیث ما هم ذکر شده، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یکی از نعمت های دنیا خانه فراخ. علت چی میتونه باشه؟ به خاطر که انسان آزاد باشه، در او راحت باشه. و متاسفانه خانه هایی که حال اکثرا حیات نداره که خیلی ضروریه برای اطفال ما که در او بازی کنن، جست و خیز داشته باشن، پریدن ریاد بگیرن، در او بازی بکنن، هی برن نگن استاد نشین، مال به زمین میخورین، چیزی به سر راه اونا قرار گرفته. متاسفانه عموما خانه ها چند طبقه درست میکنن و یک پارکینگ بسیار تاریکی که حتی آدم وقتی از اونجا عبور هم مایه بکنه دل آدم میگیره، چه بسا که مسته باشه طفل به اون منطقه بازی بکنه. و در نتیجه اگر باز بپردازیم به کودکانی که در قریه ها و دهات هستند، به خاطر که فضای فراخی دارند، فضای بازی دارند، انسان های خلاقتری هستند، استعدادهای بیشتری دارند، انسان های مستقلتری هستند نسبت به بچه های شهری. و متاسفانه بچه های شهری خیلی در سنین بالا دچار مشکلات روحی میشن به خاطر تفریحی که در محیط نداشتن و استقلال خیلی کمتری دارن، خیلی دیر مستقل میشن و مدام وابستگی دارن به والدین، در حالی که کودکانی که به دهن خیلی به سن خوردی مستقلن، خیلی کارهای مهم رو به تنهایی میتونن انجام بدن به خاطر اینکه در محیط فراخ زندگی کردن و تمرین های زیاد برینا شده، بازی های اینا، جست و خیز های اینا، دویدن به داخل دشت، خیلی تأثیر بسزایی داره در رشد استعداد های اینا. بسیار عالی. به عنوان کلام آخر شما میشنویم، بعضی از والدین به این از عقیده هستن که بازی کردن و ساعت تیری کردن اطفال به نحوه وقت ضایع کردنه. پیام شما برای از او والدین و آموزگاران چیه؟ خب این یک مفکوره غم‌انگیز و دردناکه. متاسفانه اگر مادر پدرها و مربیان به این عقیده باشن که بازی وقت تلف کردنه، کما اینکه حتی ما بزرگترها گاهی وقتا اگر دل ما از کاری بگیره دوست داریم بریم یک دشت جای بدویم، راحت باشیم، آزاد باشیم، دیگه قیودات به اطراف ما نباشه، ما هم بازی و سرگرمی رو دوست داریم، تفریح دوست داریم، برای رفع خستگی ها و همون زندگی تکراری و خستگون نیاز داریم. تفریح نمیتونه بگیم، بچه ها که بالکل نیاز دارن، اون جزئی از شخصیت و سرشت اینایه. و در آخر من توصیه به تمام مادر پدرای عزیز و تمام مؤسسه های تعلیمی که در نقش پرورش کودکان نقش دارند، میگم در کنار اینکه باید به فکر خرج و خوراک و پوشاک بچه ها باشیم، باید به محیطی که بچه ها نیاز دارن در او بازی بکنن، او هم اهتمام بورزن به او
و او هم در لابلای این برنامه های مهم جا بدن که واقعا در رشد شخصیت و پرورش افراد جامعه محیطی که باید اطفال بازی بکنن خیلی تأثیر بسزایی داره. جهانی سپاس بانو محمدی عزیز از پیام جامعه شما. بیننده های عزیز پایان یکی دیگر از برنامه های خودتان رسیدین. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم.